بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى فرمود وبر الله توكل كنيد اگر ایمان دارید بعد محبت و خوف مؤلف رحمه الله بیان کرد که به دست آوردن مطلوب و دور شدن ناپدید حاصل نمی شود مگر به توکل و تحقیق عبادت ایمان ندارد مگر به توکل و آن عالی ترین مقام هاست و بر انسان واجب است که در همه امرهایش همراه او باشد و الله سبحانه و تعالی فرمود و بر الله توکل کنید یعنی پیش آوردن معمول افاده حصر میکند و در این نفی شدن کمال ایمان به نفی شدن توکل است مگر اینکه اعتقاد کلی بر غیر الله حاصل شود پس در این صورت شرک اکبر میگردد توکل یعنی از صدق بر الله اعتماد کردن و باوری بر او و چنگ زدن به اسباب شرعی پس از اعتماد صادق حقیقی و اجرای اسباب اجازت داده شده حتمی است و اقسام توکل سه است یکم همه امور را به الله سپاریدن و اعتقاد کردن که جلب منفیت ها و برطرف کردن ضرر ها در دست اوست پس صرف این اعتقاد برای غیر الله شرک اکبر است دوم برزنده با نوعی احتیاج اعتماد کردن پس این شرک اصغر است مثل کسی که در رزقش بر کسی با وجود احتیاجش بر آن اعتماد میکند سوم وکالت یعنی صحیح نیست که گفته شود بر فلانی توکل کردم یا بر الله سپس بر فلانی توکل کردم بلکه میگوید فلانی را وکیل کردم یا به او سپاریدم و پیامبر صلی الله علیه و سلم در کارهای خاص و عامش وکیل کرد دلیل دیگر الله سبحانه و تعالی می فرماید البته مؤمن ها کسانی هستند که هر گونه نام الله برده شود دلهایشان می ترسد این چنین فرمود که ای پیامبر الله برای حمایت تو کافی است یعنی انسان مؤمن می باشد و اگر چی به این صفت ها وصل نشود لیکن با او مطلق ایمان است و فرمود که ای پیامبر الله تو را و کسانی که از مؤمنان را که از تو پیروی کردند کفایت میکند یعنی تو را بسنده نیست مگر الله و کافی برای کسانی از مؤمنان که از او پیروی کردند الله است پس همگی بر او توکل کنید تو از کسانی که از او پیروی کردند الله سبحانه و تعالی در این آیت ها و آیت های بعدی صفت برای ایمان کامل را ذکر کرد فرمود که هرگاه نام الله برده شود دلهایشان ترسان گردد یعنی از آن چیزی که در آن است از تعظیم الله بترسد پس علامت ایمان این است که هرگاه به الله یادآور کرده شود ترسد و فرمود که و چون آیت ما بر آنها خوانده شود ایمانشان زیاد گردد یعنی از روی تصدیق و اطاعت کردن بر آن این است که انسان گاه ها به خواندن غیرش بسیارتر از آن چیزی که خودش می خواند بهره می برد و فرمود که و بر پروردگارشان توکل می کنند یعنی بر الله اعتماد می کنند و بر غیر او و آنان با وجود این به سبب عمل می کنند و این همان شاهد است و فرمود که کسانی که نماز را برپا می دارند یعنی آن را درست و کامل ادا میکنند و صلات اسم جنس است شامل فرض و نفل می شود و فرمود که و از آن چی بر آنها روزی داده ایم انفاق میکنند یعنی آنان کسی که بعض مالش را صدقه کرد و کسی که آن همه مالش را صدقه کرد شامل می شود و کسی که همه مالش را نفقه کرد در سنا داخل می شود هرگاه بر الله توکل کند دلیل دیگر فرموده الله تعالی که فرمود و هر کس بر الله توکل کند پس برایش کافی است یعنی مهم های او را کفایگی میکند و برای او امرش را آسان میکند و اگرچه برای او بعض اذیت و آزار برسد پس الله او را کفایگی میکند و رسول صلی الله علیه و سلم سید توکل کنندگان است و به وجود این به او اذیت میرسد و برای او ضرر حاصل نمیشود
و مفهوم آیت این است که کسی به غیر الله توکل کند خار کرده شود و الله او را حفظ نمیکند. و دلیل دیگر از ابن عباس رضی الله عنه روایت است که فرمودند ابراهیم علیه السلام وقتی در آتش انداخته شد گفت الله مرا بسنده است و او بهترین حامی ماست. و این کلمه را محمد صلی الله علیه و سلم گفتند. وقتی مردم به او گفتند البته مردم بر ضد شما جمع شدند، از آنها بترسید، این سخن ایمان آنها را زیاد کرد و این را گفتند الله ما را بسنده است و او بهترین حامی ماست. حدیث با روایت امام بخاری. این قصه به نص قرآن است. هنگامی که ابو سفیان از احد گشت، خواست که به سوی پیامبر صلی الله علیه و سلم و یارانش برگردد تا با گمانش آنها را نابود کند. پس شتر سواران را واخورد. پس برای آنها گفت کجا می روید؟ گفتند مدینه می رویم. پس گفتند به محمد و یارانش خبر دهید که ما به سوی آنها می کردیم، پس آنها را هلاک میکنیم. پس شتر سواران مدینه آمدند. پس آنها را خبر دادند. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم و همراهانشان گفتند الله ما را بسنده است و چی خوب وکیل است. تقریبا 70 سواره برآمدند تا در امراه الاسد رسیدند. سپس ابو سفیان از فکرش گشت و به سوی مدینه رفت و این از کفایگی الله برای رسولش است و برای مؤمنان بود وقتی بر او تعالی اعتماد کردند. در اینجا تنبیه است که ابن عباس رضی الله عنهما از جمله کسانی است که از بنی اسرائیل روایت میکند. این قول در نزد عالمان مصطلح مشهور است، لیکن در این نظر است ابن عباس رضی الله عنهما از کسانی است که از بنی اسرائیل گرفته را انکار میکند. خبری بنی اسرائیل را آیا تصدیق کنیم یا نه؟ یکم، هرگاه در شریعت ما آید که آن راست است آن را تصدیق میکنیم. دوم، هرگاه در شریعت ما آید که آن دروغ است آن را دروغ میحسابیم. سوم، هرگاه در شریعت ما نه تصدیق آن آید و نه دروغ حساب کنند در آن سکوت میکنیم. مسئله های این موضوع: یکم، توکل بر الله تعالی از فرایض است، زیرا الله ایمان را به آن وابسته کرده است. دوم، توکل از شرایط ایمان است. سوم، تفسیر آیت سوره انفال: البته مؤمنان کسانی هستند که هرگاه الله یاد کرده شود دلهایشان ترسد. چهارم، تفسیر آیت آخر سوره انفال: ای پیامبر تو را الله بسنده است. پنجم، تفسیر آیت سوره طلاق: و کسی بر الله توکل کند پس الله او را بسنده است. ششم، عظمت این سخن پروردگار: الله مرا بسنده است و او چی خوب وکیل است، که این را ابراهیم و محمد صلی الله علیه و سلم در حالت سختی ها گفتند. و در باب زیادتی ایمان و در وقت سختی ها برای انسان شایسته است که بر الله سبحانه و تعالی اعتماد کند، با چنگ زدن بر سبب ها و اینکه پیروی پیامبر صلی الله علیه و سلم همراه با ایمان سبب کفایگی الله سبحانه و تعالی برای بنده می گردد.